فقط خدا. انگشت اتهام نتانیاهو به سوی ایران بعد از انفجار کشتی اسرائیلی در دریای عمان، ایران تکذیب کرد. بررسی پرونده ایران در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی، ظریف درباره صدور قطعنامه احتمالی هشدار داد. در گذشت سرمربی سابق تیم فوتبال امید ایران و باشگاه پرسپولیس و سپاهان، زلاتکو کرانچار در کرواسی چشم از جهان فرو بست. The Crown. و اعلام برندگان جوایز گلدن گلوب امسال، هنرمندان بریتانیایی خوش درخشیدند. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران رو متهم کرده که در انفجار اخیر یک کشتی باری اسرائیلی دست داشته، هرچند شواهدی ارائه نکرده. این کشتی چند روز پیش در دریای عمان به علت انفجار ناچار شد مسیرش را تغییر دهد و در دبی پهلو گرفت. ایران اتهام آقای نتانیاهو رو رد کرده و گفته بی اعتبار گفته های آقای نتانیاهو. کیوان حسینی گزارش میده. این کشتی اسرائیلی هلیوس ری است که هفته گذشته به دلیل انفجار در دریای عمان سفرش نیمه کار ماند. انگشت اتهام نخست وزیر اسرائیل حالا ایران را نشانه گرفته. مجری رادیوی سراسری اسرائیل در مصاحبه با بنیامین نتانیاهو از او پرسید که آیا این کشور به ایران پاسخی خواهد داد یا نه. اول بذارید بگم که بله، این عملیات کار ایران بود، این روشنه. و درباره جواب ما، شما میدونید که سیاست من واضحه. ایران بزرگترین دشمن اسرائیله. من هم مصممم که از خودمون دفاع کنم. ما الان همه جای منطقه داریم بهشون حمله میکنیم و مهمترین مسئله هم اینه که ایران با توافق یا بدون توافق سلاح هسته‌ای نسازه، که به دوستم پرزیدنت بایدن هم اینو گفتم. کشتی هلیوس ری که متعلق به اسرائیل است، چهارشنبه از خلیج فارس راه افتاده بود تا به سنگاپور برود. اما پنجشنبه یا جمعه در دریای عمان با یک انفجار روبرو شد. و حالا اینجاست، بندر دبی در امارات. این کشتی حالا سوژه خبرنگاران است که در تلاشند از راه دور از آن فیلم و عکس بگیرند. در تصاویری از این دست که در این مدت منتشر شده، اثری از آسیب در بدن این کشتی دیده نمی شود. اما فاصله خبرنگاران از کشتی زیاد است و هیچ کدامشان اجازه پیدا نکردند به آن نزدیک شوند. رسانه‌های اسرائیلی از روز نخست به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. یه مینه چسبنده دریایی بیرونش چسبونده شده. به احتمال زیاد یه کماندوی نیروی دریایی تو شب این کارو کرده. نکته دومم اینه که علت این کار اسرائیلی بودن کشتی بوده. دسترسی به اطلاعات مالکیت کشتی‌ها سخت نیست و ایرانی‌ها هم تو این مسائل پیشرفتن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید که در خلیج فارس توانایی نظامی قابل توجهی دارد، اما این بار ایران میگوید مطلقاً در انفجار اخیر دست نداشته. رژیم اشغالگر قدس مبنای تمامی ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها هست و این فرافکنی‌ها کاملاً خط روشنی رو داره. ما خلیج فارس و دریای عمان حوزه امنیتی بلافاصله ما هست، اجازه نخواهیم دادش که با این حرف ها و با این اظهارات هراس افکنی بکنن. این نخستین بار نیست که در آبراهای کلیدی جنوب ایران کشتی های غیر نظامی با مشکل روبرو می شوند. حوادثی که همواره به نگرانی های قابل توجهی از افزایش تنش نظامی در منطقه دامن می زند. کیوان حسینی، بی بی سی. جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ما هست. آقای طالعی، چقدر میتونه این اتهامات آقای نتانیاهو درست باشه؟ به دلیل اینکه منابع دیگری این اتهامات رو تایید نکردن، تایید رسمی ماجرا بسیار دشوار هست. ولی تازه ترین خبری که من میتونم به بینندگان عزیز شما بدم این هست که روزنامه دومون
لوموند فرانسه امروز مشخصا نوشته که هدف ایران از حمله به این کشتی در واقع جلوگیری از تردد کشتی های اسرائیلی است که بعد از توافق با امارات متحده عربی و بحرین ترددشون بسیار زیاد شده و این مسئله خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخته و این رو خود مقامات جمهوری اسلامی هم قبلا بیان کردن. بنابراین نمیشه تایید کرد که قطعا کار ایران هست، ولی نفیش هم با توجه به سوابق نمیشه کرد. پیشتر هم خب ما در مورد این کشتی هایی که در منطقه تنگه هرمز از تنگه هرمز رد میشن بسیار شنیدیم در مورد امنیت اون منطقه، و ایران بارها هم در مورد اینکه میتونه در اونجا نقش بازی بکنه صحبت کرده. آیا وقتی نگاه به پیشینه این مسئله میکنیم اونجا شواهدی وجود داره که بشه گفت که ایران هست که اونجا دست بالا رو داره و ممکن هست که نقش داشته باشه؟ بله، من هم همین رو عرض کردم. شواهد بسیار زیادی هست که ایران میتونه در این ماجرا نقش داشته باشه، به خصوص تنش‌های بین ایران و اسرائیل در 3 سال اخیر در کل منطقه بسیار تشدید شده. الان هم نزدیکی اسرائیل به عرب خشم ایران رو برانگیخته و میتونه با توجه به شواهد، هیچ غیر قابل انکار نیست که میتونه کار ایران باشه، ولی این رو به صورت قطعی هنوز نمیشه گفت. منتظر باید باشیم تا منابع بی‌طرف‌تر مسئله رو تایید کنن، مثل کاری که لوموند امروز کرده. و از اون طرف میبینیم که اسرائیل مواضع ایران رو در سوریه هم مرتب مورد هدف قرار میده و بسیاری از کسانی که این ایران رو متهم میکنن میگن ایران عملا گزینه دیگه‌ای برای تلافی نداشته و دست به این کار زده. آیا میشه گفت این درسته؟ دقیقاً این میتونه باشه، به خاطر اینکه اسرائیل در 3 سال اخیر بیش از 400 بار مواضع لشکر قدس و حزب الله لبنان رو در خاک سوریه ببخشید بمباران یا موشکباران کرده و حتی در یک مورد نه ایران و نه حزب الله واکنشی نتونستن نشون بدن. این نشون میده که جمهوری اسلامی میدونه در چه تنگنایی قرار گرفته، در موضع ضعف هست، به خاطر اینکه موقعیتش رو با جنگ 8 ساله عراق اصلا نمیشه مقایسه کرد. به لحاظ داخلی اون نیروهای وفادار و معتقد سابق رو نداره، به لحاظ بین المللی هم به عنوان یک رژیم آشوبگر در سطح منطقه شناخته شده، بنابراین در موقعیت بسیار ضعیفی هست و توسل میکنه به این اقدامات تحریک‌آمیز که بگه من هنوز هستم و بر اساس ادعای فرماندهان سپاه هنوز هم من قدرت واکنش دارم، در حالی که این واکنش ها جواب 400 حمله به اصطلاح موشکی و بمباردمان نیست. ممنونم از شما آقای طالعی. جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. خواهش میکنم. چند خبر کوتاه. در ایران جمعیت خیریه امام علی در نامه‌ای سرگشاده از رئیس قوه قضاییه خواسته گروهی متخصص برای ارزیابی فعالیت‌های این مؤسسه تشکیل دهد. در این نامه به بیش از 20 سال سابقه این خیریه مردم نهاد برای تحت پوشش قرار دادن 6000 کودک و 700 زن سرپرست خانوار اشاره شده. اخیراً وزارت کشور ایران از قوه قضاییه خواسته این مؤسسه را منحل کند. جمعیت امام علی با استفاده از نیروهای داوطلب در زمینه کمک به کودکان کار و مبارزه با اعتیاد، کودک‌آزاری و پیشگیری از جرم فعالیت می‌کند. سپاه همدان از احضار 41 نفر فعال در زمینه مدلینگ و عکاسی خبر داده. اتهام آنها در اعلامیه سپاه پاسداران انتشار محتوای مستهجن و خلاف موازین شرعی در فضای مجازی خوانده شده. اتهامی که در گذشته هم علیه بعضی از فعالان شبکه‌های اجتماعی به کار رفته. سپاه گفته که پرونده یکی از این افراد تحویل دادستانی شده. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ارائه نشدن توضیحات معتبر از سوی ایران درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در برخی از مکان‌های از قبل اعلام نشده این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده. امروز شورای حکام آژانس پرونده ایران را بررسی می‌کنند. پیش از نشست شورا وزیر خارجه ایران درباره صدور قطعنامه هشدار داد و گفت ایران برای پاسخ به چنین اقدامی راهکارهایی دارد. مینا جوشغانی گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش از آغاز جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزیر خارجه ایران به اروپا و آمریکا درباره صدور قطعنامه علیه ایران هشدار داد. محمد جواد ظریف از قطعنامه‌ای حرف می‌زد که در روزهای گذشته رسانه‌های غربی گزارش‌هایی را درباره توزیع پیشنویس آن در میان اعضای شورا منتشر کرده و نوشته بودند آمریکا در آن خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. آقای ظریف با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پیگیری صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث به هم ریختگی شرایط کنونی می شود. حرکت غلطی را اروپایی ها با حمایت از آمریکا در شورای حکام شروع کرده اند. فکر می کنیم این حرکت باعث به هم ریخته شدن شرایط خواهد شد. به هم ریختگی شرایط کنونی را از طریق سفیر ایران در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح داده ایم. امیدواریم عقل غلبه کند و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این راهکارها توضیح بیشتری نداده. رئیس سازمان انرژی اتمی هم پیشتر در اظهاراتی مشابه هشدار آقای ظریف گفته بود اگر شورای حکام در واکنش به توقف اجرای پروتکل الحاقی علیه ایران قطعنامه‌ای صادر کند، ایران واکنش مناسب نشان خواهد داد. بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ادامه تحریم‌های آمریکا، ایران از سه‌شنبه گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. این پروتکل به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه نظارت دقیق‌تر از جمله بازدیدهای فوری از بعضی تأسیسات هسته‌ای را می‌داد. کمی پیشتر از سررسید تاریخ ضرب العجل ایران، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرده بود. دستاورد سفر رافائل گروسی تفاهم‌نامه‌ای موقتی بود که به دوربین‌های نظارتی آژانس اجازه می‌داد تا 3 ماه آینده هم فعال باشند. اما دسترسی آژانس به فیلم‌هایی که این دوربین‌ها ضبط می‌کنند، به لغو تحریم‌های آمریکا مشروط شد. حالا ایران میگوید اگر تحریم‌ها تا 3 ماه آینده برداشته نشود، ایران اطلاعات ضبط شده توسط دوربین‌ها را از بین خواهد برد. اگرچه سر کار آمدن یک دولت جدید در آمریکا امید به احیای برجام را تقویت کرده بود، همین دیشب خبر آمد که ایران پیشنهاد اروپا برای شروع مذاکرات مستقیم با آمریکا در نشست اعضای برجام را رد کرده. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشته ایران تضمین خواسته بود که در گام اول آمریکا برخی تحریم‌ها را لغو کند. ایران گفته که به دلیل اقدامات و مواضع اخیر آمریکا و 3 کشور اروپایی زمان را برای برگزاری چنین نشستی مناسب نمی‌داند. در حالی که ایران از تغییر نکردن رویه آمریکا در عمل شکایت دارد، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نخستین سخنرانی عمومی از زمان کنار رفتن از قدرت از رویکرد دولت جو بایدن در برابر ایران انتقاد کرده. آقای ترامپ در حالی این ادعا را مطرح کرده که تحریم‌های وضع شده در زمان دولت خودش همچنان پا برجاست. دولت جدید به طور یک جانبه تحریم‌های فلج کننده ما علیه ایران را لغو کرد و به طور احمقانه اهرم ما در مذاکرات را از بین برد. بگذارید تحریم‌ها باشد و مذاکره کنید. اگر انتخابات ما عادلانه بود و من رئیس جمهوری بودم، در هفته اول با ایران به توافق می‌رسیدیم. سیاست دولت جدید آمریکا اگرچه در ابتدا رسیدن به توافق را نسبتاً آسان نشان می‌داد، حالا اصرار ایران بر شروع مذاکرات با پیش شرط‌های خودش و انکار دولت آمریکا چشم‌انداز سازش را دست کم در کوتاه مدت مبهم و گره مذاکرات را کورتر کرده. مینا جوشغانی، بی بی سی. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ما هست. آقای علیزاده، اول پیشبینی شما، آیا فکر میکنید که این قطعنامه تصویب میشه یا نه، و بعد اگر تصویب بشه چه پیامی برای ایران خواهد داشت؟ ببینید، من پیشتر پیشبینی کرده بودم که در دوران آقای بایدن فاصله دو سوی آتلانتیک، کشورهای اروپایی، ترویکا با آمریکا کاهش پیدا کنه و نمونهش هم همین اینکه تا همین الان درفت قطعنامه رو تهیه کردن، حالا یا به تصویب برسه یا نرسه بحث دیگری، یا لحن قطعنامه شدید باشه یا ملایم باشه چیز دیگری، ولی فکر میکنم که قطعنامه بیرون بیادش و قطعنامه اشاره خواهد کرد به برخلاف، چون علی ظاهر ایران از پروتکل الحاقی خارج شده. حالا بگذاریم که اون دور زدن دولت رو، اما ظاهر امر این هستش.
بنابراین این موضوعی نیستش که برای کشورهایی که میخوان نظارت داشته باشن قابل قبول باشه، چون اگر این رو بپذیرن باز ایران قدم‌های بعدی رو میتونه بره. بنابراین پیش بینی این هستش که اولا فاصله ها داره کم میشه بین تروئیکا و آمریکا و دوم قطعنامه بیرون خواهد آمد، اما تصور نمی‌کنم در این مقطع که به هر حال فضایی برای مذاکره تا حدی ایجاد شده لحن اون قطعنامه لحن بسیار شدید باشه یا بخوان مثلا موضوع رو تو این مقطع احاله بدن به شورای امنیت سازمان ملل متحد. دقیقاً اتفاقات خیلی زیادی به موازات همدیگه داره پیش میره، از جمله اینکه ایران دیروز پیشنهاد طرف اروپایی رو رد کرد و حاضر نشد که در این مذاکرات شرکت بکنه. با توجه به اینکه اروپا و آمریکا الان به هم نزدیکتر شدند، فکر می‌کنید رد کردن این پیشنهاد یه سوء محاسبه از طرف ایران بود؟ نه، اتفاقا حسن محاسبه به نظر من، به دلیل اینکه ایران میخواد تحت فشار مذاکره نکنه، به ویژه اینکه خب من اشاره کردم مجلس یه خرابکاری کرده در صورتی که آقای بایدن داشت میومد، به هر حال احتمال اینکه شرایط مثبت، خب مجلس اومد اون مصوبه نابجا رو تصویب کرد که خود دولت هم نپذیرفت، حتی آقای خامنه ای هم وقتی که دولت دور زد معترض نبود به دولت جمهوری اسلامی، جانب مجلس رو نگیره. این خرابکاری رو از طرف مجلس اشاره کردم، اما اینم اشاره کنم که در بین کشورهایی که میخوان با ایران بنشینن یک کشوری است به نام فرانسه که آمده و پیشنهاد حضور کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی رو در مذاکراتی که مربوط به برجام میشود مطرح کرده. یعنی یک پیشنهاد کاملا نابجایی که اصلا موضوعیت نداره. این ما درباره فرانسه داریم حرف میزنیم، نه ایالات متحده که خب موازش به مراتب سخت‌تر هستش. خب اگه در این شرایط باشه قبول کردن چنین نشستی خیلی وجاهت نداشته و میخواد جمهوری اسلامی میخواد تحت فشار مذاکره نکنه، آیا باید ببینیم که میشه و وضعیت فشار نوعی برطرف بشه، فرانسه اینجور حرفاشو پس بگیره، ایران هم که بحث پروتکل الحاقی رو دور زده، ببینیم به کجا منتهی میشه. ممنونم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین با ما. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای ما. بنیامین نتانیاهو ایران را به دست داشتن در انفجار کشتی اسرائیلی در دریای عمان متهم کرد. ایران تکذیب میکند. پیش از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران درباره صدور قطعنامه احتمالی هشدار داد. در ادامه این برنامه، فیلم سرزمین آواره‌ها و سریال تاج جوایز گلدن گلوبز را درو کرد. زلاتکو کرانچار سرمربی سابق تیم فوتبال المپیک ایران و باشگاه پرسپولیس و سپاهان درگذشت. آقای کرانچار از سال 2004 تا 2006 هدایت تیم ملی فوتبال کرواسی رو هم به عهده داشت. او دو دوره مربی تیم فوتبال سپاهان بود و با این تیم قهرمان لیگ و جام حذفی فوتبال ایران شد. آخرین حضورش به عنوان مربی در تیم زیر 23 سال فوتبال ایران بود و بعد از مدتی به صورت توافقی از این تیم جدا شد. همکارم پوریا جعفری از لندن با ما به ما پیوسته. پوریا، کمی بهمون بگو که آقای کرانچار حداقل جزو مربیایی بود که در ایران خیلی ها میشناختنش به کار خوب و همونطور که گفتیم سپاهان رو عملا به چندین بار به قهرمانی رسوند. کمی راجع به سبک کار او بهمون بگو. زلاتکو کرانچار خب با همون موج مربیای کروات وارد ایران شد، خیلی دوست نزدیکی بود با تمامی اون مربیای کروات از جمله آقای بگوویچ، برانکو ایوانکوویچ که مربی تیم ملی شد، بلاژویچ که مربی تیم ملی ایران در یه مقطع دیگه بود، دوست خیلی نزدیک آقای کرانچار بود که در 64 سالگی 65 سالگی از دنیا رفتن. من خیلی تو اخبار دقیق شدم که ببینم این به خاطر کرونا بوده، ولی که هنوز دقیق ندیدم، شنیدم که یک بیماری صعب العلاجی بوده که خیلی سریع کار ایشون رو تموم کرده. بله، ولی خب در مقطعی مسئله مهمی که بود اینه که مربی تیم ملی المپیک ایران هم شد، تیم زیر 23 سال یا تیم امید، یکی دو دوره هم نشد، به دلایلی که خب این دیگه مسئله‌ای که توی روزنامه‌های ایران هم به دفعات مطرح شده بود، یه چیزی بود که اکثر
فوتبالیستایی که با آقای کرانچار کار کرده بودن خبر داشتن، اینکه ایشون علاقه زیادی به نوشیدنی‌های الکلی داشت و بارها این داستان مطرح شده بود که حتی بین نیمه و اینا ممکنه که یک قلپی بخورن از این نوشیدنی‌های الکلی، که باعث شد که خیلی اعتراض شدید بکنن. حداقل واسه المپیک 2016 ریو همین مسئله بود که در لحظه های آخر باعث شد که کرانچار نتونه مربی تیم المپیک بشه و این شغل رو به محمد خاکپور دادن در اون مقطع. ولی که کلن آدمی بود که خیلی کم جنجال درست میکرد، خیلی با همه رابطه خوبی برقرار میکرد، چه زمانی که در پرسپولیس بود، حتی وقتی که پرسپولیس میخواستن که اون رو کنار بذارن. یادم میاد که حبیب کاشانی توی جلسه ای که تصمیم گرفت، معمولا این اتفاق نمیفته توی با مربی ایرانی، به خصوص وقتی که دارن اخراجشون میکنن، خیلی با آرامش اومد علی طاهری رو در آغوش گرفت وقتی که میخواست به عنوان مربی پرسپولیس علی طاهری رو انتخاب بکنن و جایگزین او بکنن و بدون دردسر هم کنار رفت. و البته دیدم که یک مصاحبه بود که با تلویزیون ایران انجام داده بود و میگفتش که بهترین خاطره که از فوتبال ایران داره قهرمانیش با سپاهان هست. ممنونم ازت پوریا جعفر. با در ایروان پایتخت ارمنستان، مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر به یک ساختمان دولتی هجوم بردند. معترضان خواهان استعفای آقای پاشینیان هستند. طرفداران و مخالفان او جداگانه راهپیمایی می‌کنند. آقای پاشینیان پیشتر رئیس ستاد مشترک ارتش رو به خاطر اونچه او تلاش برای کودتا خوانده بود برکنار کرد، اما رئیس جمهوری ارمنستان این فرمان رو لغو کرد. مخالفان آقای پاشینیان او رو به ناکارآمدی در جنگ تابستان گذشته با جمهوری آذربایجان متهم می‌کنند. از ایروان در ارمنستان روبیک میناسیان روزنامه‌نگار با ما به ما پیوسته. همین حالا او در واقع اتفاقاتی که در ایروان داره میفته هست. کمی به ما بگید که اونجا چه میگذره آقای میناسیان، آیا این تظاهرات در جریانه؟ بله، من البته در میدان جمهوری ارمنستان هستم، در جایی که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از مردم دعوت کرده بود که امروز ساعت 6:30 به وقت ایروان حضور داشته باشند و الان هم سخنرانی ایشون شروع شده. میتونم بگم که تعداد مردمی که اینجا جمع شده بعد از انقلاب مخملی کم نظیره و میشه گفتش که حدود 10 تا 20 هزار نفر از مردم ارمنستان از شهرهای مختلف اینجا جمع شدن. ما بعد از اتفاقاتی که بر سر جنگ تابستان گذشته با جمهوری آذربایجان افتاد بارها و بارها شنیدیم که مردم ناراضی هستن از آقای پاشینیان. چقدر این نارضایتی در این تظاهراتی که امروز برپا شده دیده میشه؟ ببینید، مردم ناراضی هستند ولی از طرفی هم آپشن دیگه‌ای ندارن برای انتخابات و اون کسانی که حتی ناراضی هستن از کارایی دولت نیکول پاشینیان بر این عقیده هستند که ایشون فعلا جایگزینی ندارند و اگر اتفاقی بیفته رژیم سابق و کسانی که در رئیس جمهور سابق ارمنستان سرسرکیسیان دوباره به روی کار میاد و یا طرفداران ایشون که جایگاه مردمی آنچنانی نداره. همزمان با صحبت‌های شما داریم تصاویر زنده رو از ایروان هم می‌بینیم. نیکول پاشینیان مشغول صحبت هست با هوادارانش. او امروز چه میگه به اونها؟ به نظر میرسه خیلی از سیاستمداران اعلام می‌کردن امروز از صبح که ممکنه امروز نیکول پاشینیان اعلام بکنه که در رابطه با تاریخ انتخابات زودهنگام، ولی از اونجایی که همین الان شروع شده سخنرانی ایشون دقیقاً معلوم نیست که همچین تاریخی رو امروز اعلام خواهد کرد یا خیر. بدتر با شما در این مورد امیدواریم بتونیم صحبت بکنیم. روبیک میناسیان روزنامه‌نگار از ایروان در ارمنستان. بابا چند خبر کوتاه. زلمای خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را به افغانستان، قطر و کشورهای منطقه آغاز کرد. آقای خلیزاد امروز وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و بعضی دیگر از چهره‌های افغان دیدار کرد. این در حالی است که از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان یک سال گذشته، اما هنوز پیشرفت چندانی در مذاکرات صلح افغانستان به دست نیامده.
آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی میانمار که یک ماه پیش با کودتای ارتش برکنار شد با اتهام‌های جدید تحریک به ناآرامی عمومی و نقض قوانین ارتباطات برای دومین بار در دادگاه حاضر شد. وکلای خانم سوچی میگویند وقتی برای شنیدن اتهامات با او ارتباط ویدئویی برقرار شد او سالم به نظر می‌رسید. یک روز بعد از کشته شدن 18 نفر توسط نیروهای امنیتی، معترضان بار دیگر در تظاهراتی در یانگون، بزرگترین شهر میانمار شرکت کردند. جشنواره فیلم گلدن گلوب 2021 دیشب در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم سرزمین آواره‌ها و سریال تاج جوایز زیادی رو جارو کردن، ولی مهمتر از همه شاید این بود که برای اولین بار در تاریخ این جشنواره به دلیل همه‌گیری کرونا برنده‌ها هم مثل تماشاگران تلویزیونی از خونه خودشون به این مراسم پیوستند. گزارش سوفی لانگ رو ببینید. جشنواره گلدن گلوب پر زرق و برق ترین مراسم هالیوود امسال، اما با رنگ و بویی متفاوت. امشب مخاطبای ما از این ور اون ور دنیا خوشگلای کادر درمان هستند که با وجود کرونا باید سر کار باشن. سرزمین آواره‌ها که داستان واقعی یک زن، گزارش از دنیایی پراندوه و سفرش به اعماق غرب آمریکاست، حالا جایزه بهترین فیلم را برده. در بخش سریال‌های تلویزیونی تاج پیروز میدان بود، همینطور بسیاری از بازیگرانش. اما کورن The Crown. جاش اوکانر The Crown. اما کورن. اما کورن بهترین بازیگر نقش زن. تو فوق‌العاده با استعداد و باحال و درخشانی. خیلی دوست دارم. و سهم ساشا بارون کوهن از گلدن گلوب امسال دو عنوان بود. دونالد ترامپ به این نتیجه اعتراض داره. اون مدعیه که خیلی از اونایی که رای دادن اصلا مرده بودن. آندرادی هم که خودش خواننده و ترانه سراست، جایزه بهترین بازیگر زن در یک فیلم سینمایی را به خاطر نقشش در ایالات متحده در برابر بیلی هالیدی گرفت. جایزه بهترین بازیگر مرد هم برای فیلم پایین بارانی سیاه من به چادویک بوزمن رسید که تابستان گذشته از دنیا رفت. جان وایگا به خاطر بازیش در فیلم پرده‌های کوچک برنده شد. دنیل کالویا هم بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شناخته شد. این جایزه برای مادرمه، عشقم و همه دوستام. روزموند پایک و آنیا تیلور جوی هم از جمله دیگر برنده های بریتانیایی تبار این جشنواره بودند. مراسمی که در آن برای اولین بار مشاهیر دنیای سینما از پذیرایی اتاق خواب خود سخنرانی کردند. گلدن گلوب امسال شاید آن شکوه و تجلی همیشگیش را کم داشت، ولی دست کم این فرصت را داد که سری به منزل سلبریتی ها بزنیم و دنیای خانوادگی آنها را از نزدیک ببینیم. سوفی لانگ، بی بی سی نیوز، لس آنجلس. ممنون که در این بخش خبری با ما بودید. همیشه میتونید سری بزنید به وبسایت ما برای تازه ترین ها. تا دقایق دیگه هم با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.